گفتیم سوال میکنیم که من خوشبخت هستم یا بدبخت هستم؟ برای من خوب نوشته شده یا زشت نوشته شده است؟ این مسئله، این سوال ها بسیاری کسا باز میگه اگر برای من مثلا نوشته شده پس من چی ملامت هستم؟ در اینجا ما شما باید دو نقطه را در نظر بگیریم. در مسئله تقدیر، ما وقتی که تحقیق کردم و کتابای علما و آیات و احادیث اینا را مطالعه کردیم، خلاصه به این نتیجه رسیدم که همون چیزی که ما به اون نتیجه رسیدیم خدمتان به عرض میرسانم که در تقدیر ما و شما دو نقطه را باید در نظر داشته باشیم. بعضی مسائل از در تقدیر که مربوط الله هست و از نظر ما غیب است، ما نمیفهمیم. مثلا مربوط به تقدیر ما میشه، لکن ما اختیارش ندارم، مربوط غیب است. و بعضی چیزهای در تقدیر است که ما او را میبینم، او مربوط به بنده میشه. اینال چیزهایی که مربوط بنده میشه ما از اون مکلفیت داریم، خود او باید مصروف کنیم، و چیزهایی که مربوط الله میشه در او باید ما مداخله نکنیم. مثلا در تقدیر ما چی رفته که ما بفهمم که اینی چیز در تقدیر ما رفته، در تقدیر ما چیز رفته که باید ما بفهمم که اینی چیز در تقدیر ما رفته. و از اون ما سوال میکنیم، مثلا در تقدیر ما چی رفته، در تقدیر شما چی رفته؟ چیزایی که مربوط انسان میشه و ما او را میفهمیم، غیب نیست. اول در تقدیر ما عقل رفته. همین الان الحمدلله عقل دارم، با شما صحبت میکنم و درس میدم، و شما عقل دارین و اینجا گپ های مرا گوش میگیرید. پس در تقدیر کل ما و شما چی رفته؟ عقل رفته. اینال چون در تقدیر ما عقل رفته، ما از این عقل مکلفیت داریم. اگر ما یک کار مخالف عقل میکنیم، ضد عقل میکنیم، در روز قیامت محاسبه میشیم. یک نفر خود از بام پایین میپرده، چرا خود از بام پایین انداختی؟ تو عقل نداشتی؟ در تقدیرم رفته بود. بهش میگه در تقدیرت عقل نرفته بود؟ چرا از عقلت استفاده نکردی؟ پس اینجا ما باید تقدیری که بر ما معلوم دارست از عقل خود استفاده بگیرم. وقتی ما از عقل خود استفاده میکنم، از تقدیر خود استفاده کردیم، چون الله بر ما عقل عمل داده و بر ما معلوم است در تقدیر ما عقل رفته. یک نفر مثلا پدر از دختر خود به یک پودری میده، والا تقدیرش همین قسم بود. تو من عیس پدر مکلفیتت چی بود؟ مکلفیتت یه بود که او جوانم مشناختی که پودری هست، نباید برش دخترت میده. اینا بسیاری کسا در امور غیب الهی که مربوط الله میشه در اون مداخله میکنن، اما در تقدیری که برش معلوم دار است از استفاده نمیکنه. پس در تقدیر ما عقل رفته، مکلفیت داریم. در تقدیر ما حس رفته، مثلا گوش دارم، چشم دارم، حس شامع داریم، حس بصره داریم، حس لامسه داریم. آیا این در تقدیر ما رفته؟ یک نفر میره همه تو روان است بین چا مفته و میمره، چرا والا در تقدیر ما این قسم رفته بود؟ در روز قیامت از پیش پرسان میشه که در تقدیر چشم بود نبود؟ بینا بودی نبودی؟ بله. پس در تقدیر تو چشم بود. اینال وقتی در تقدیر حس در تقدیر ما هست، ما میبینیم در تقدیر ما عقل هست، در تقدیر ما وحی است، نعمت وحی است، این نعمت های الله هست که در تقدیر ما هست. آیا قرآن برات آمده بود؟ سنت برات آمده بود؟ پس در تقدیرت قرآن نوشته شده بود، آمد برات؟ بله. در دسترست قرار داشت؟ بله.
احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بود؟ تو میگی بله، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اختیار داشتی؟ در تقدیرت اختیار بود یا نبود؟ میگی بله اختیار داشتم. امی کار به اختیار کردی یا به زور سر تو تحمیل شد؟ اگر اختیار نداشتی مسئولیت نداری، اما اختیار داشتی؟ میگی بله اختیار داشتم. وقتی که طفل بودی اختیار نداشتی؟ وقتی که طفل کوچک از اختیار نداره، این حال طفل کوچک ملامتی هم نداره، سرش نماز هم فرض نیست، اما وقتی که جوان میشه بالغ میشه قوت داره اختیار داره. پس این حال اینجا چی شد؟ در مسئله تقدیر ما تقدیر چی هست؟ تقدیری که ما و شما اون رو میبینیم، غیب نیست، حس است، عقل است، علم است، دانش، وحی است، قرآن و سنت و اختیار است. این حال ما هر کاری که میکنیم، اگر من مثلا آب پاک میگیرم و از آب پاک استفاده میکنم، آب پاک می نوشم، این حال اینجا از این آب پاک و حلال استفاده کردیم، در حقیقت از تقدیر خود استفاده کردیم. اما یک کسی دیگه مثلا میبینید در بین می گلاس یک کسی زهر انداخت، این امی زهر میگیره می نوشم، چرا؟ میگه والا در تقدیر ما رفته بود که من بمرم. حال در تقدیر تو خود حس رفته بود به چشم دیده که زار است، در تقدیر تو گوش رفته بود نفر بعد گفت که در گلاس زار انداختگی هست، عقلت میفهمید که این زهر است، در تقدیرت قرآن بود، قرآن میگفت خدا نکش به دست خود، در تقدیرت احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. پس اینال در تقدیر اول مسائلی است که برای ما معلوم دار است و آشکار است و استفاده از اینمی چیزهایی که در اختیار ما هست این موافق تقدیر است، چون الله متعال بر من عقل مقدر کرده که عقل داشته باشم. وقتی من از عقل خود استفاده کردم مطابق تقدیر الهی این کار کردم، مطابق تقدیر الهی این کار کردم. بعضی از مسائلی که مربوط به غیب میشه، بعضی از مسائل است چیز که مربوط به غیب میشه، در اون مسائل غیبی ما چون مربوط غیب گپ نمیزنیم. من چه وقت میمرم؟ عمر من چقدر هست؟ و در کجا میمرم؟ و به چه شکل میمرم؟ و چه وقت من مریض میشم؟ و چه وقت روح من قبض میشه؟ و چه وقت ملک الموت برش حکم میشه؟ و چه وقت قیامت میشه؟ و چه وقت مثلا؟ این مسائلی است که مربوط به غیب میشه. در مسائل غیبی ما باید مداخله نکنیم. این حال وقتی یک نفر قتل میکنه، ولی میگم من در تقدیرم بود که قتل بکنم، پس من چی ملامتی دارم؟ آیا تو از تقدیرت خبر داشتی که تو قتل باید بکنی؟ یعنی از غیب خبر داشتی که تو آدم میکشی؟ تو چی خبر هستی که در تقدیر تو چی نوشته است؟ اما آیا برای تو چشم داده بود؟ آیا برای تو الله نگفت که انسان بیگناه را نکش؟ آیا تو عقل نداشتی؟ آیا برای تو آیات قرآن نبود؟ آیا برای تو احادیث نبود؟ آیا تو حس، عقل، علم نداشتی؟ انسان در این راستا سوال میشه. پس از این خاطر در این مسئله باید ما و شما چی کنیم؟ بفهمیم که ما مکلفیت ما از چیزی هست که ما او رو میبینیم، اما در غیب مداخله نمیکنیم. بعضی چیزها رو بعضی ها میگن که والا الله نوشته کرده. این حال الله وقتی که نوشته کرده باید ما فرق بین علم الله و علم انسان بفهمیم. علم الله
علم الله سبحانه و تعالی علم غیب است و علم انسان علم غیب نیست. مثلا وقتی ما درباره شما یک چیز نوشته میکنم، وقتی نوشته میکنم که شما این کار انجام دادید، اما الله چون عالم الغیب است، به چیزی که شما این کار انجام بدید الله متعال میفهمه. پس آل وقتی که الله متعال یک چیز رو نوشته کرده، ما خبر داریم نداریم؟ ما خبر نداریم. وقتی که ما خبر نداریم، از این خاطر ما چی هستیم؟ حق نداریم که در اون مداخله بکنیم. ما مکلفیت خدا از چی داریم؟ از قرآن داریم، سنت داریم، از وحی. مکلفیت از عقل خود داریم، از حس خود داریم، و مکلفیت از علم خود داریم، و در کارهای غیبی باید مداخله نکنیم. خب درس قضا و قدر ما به می اندازه بود که چی شد خدمت شما دوستان بیان شد. اگر باز هم بر شما سوال باقی مانده باشه، میشه سوالاتتون رو مطرح بکنید.